سلام دوستان. سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. ما امروز که با شما صحبت میکنیم تقریبا 6 ماه هست که در مکزیک زندگی کردیم و خیلی دوست داشتیم که تجربه این چند ماه زندگی در مکزیک رو با شما به اشتراک بذاریم. تفاوت‌های فرهنگی ما با این مردم واقعا متفاوته. با اینکه ما هیچی زبان اسپانیایی بلد نبودیم، ولی اولین چیزی که از این شهر گرفتیم و از این مردم متوجه شدیم این بود که مردم بسیار شاد و بسیار آرومی هستن. خیلی برام عجیب بود که آرومن، چون همیشه تو فیلم‌ها اینا رو گانگستری و اسلحه به دست نشون میدادن. واقعا هر چی از این مردم بگم که این مردم بسیار آروم و بیخیالن، اصلا حد و حساب نداره و اینو تو همه چیز شهر میبینی. یعنی از خیابون رد شدنشون، نمیدونم با هم دیگه حرف زدنشون، اون لحن لهجه اسپانیایی هم خیلی باز باعث میشه که بیشتر تو اینو حسش کنی و واقعا خوشحالن. یعنی این که مثلا دارن یک گاری میرونن و تو گاری یه چیزی میفروشن، از صبح که بلند میشن موزیک پلی هستش و با موزیک اسپانیایی استاد سالسا میخونه برای خودش و اینم با خوشحالی داره چیز میز میفروشه و کاملا حس میکنی که خیلی سخت نمیگیرن زندگی رو. دقیقاً در حدی که ما الان 6 ماه اینجاییم، واقعاً یه دونه دعوا ندیدیم، چه توی شهر بزرگی مثل مکزیکو سیتی که 26 میلیون جمعیت داره، یعنی ماشین هم اصلا به هم میخوره، چه میدونم میپیچن جلوی هم دیگه، اصلا اینجوری نیستن که دعوا بکنن یا فوش بدن به هم دیگه. بله بله، یه خاطره خیلی جالبی کوروش داره. اون روزی که رفت موتور بخره، یعنی هانیمانی رو بخره توی مترو، خود تعریفش بهتره. من رفتم مترو. خب اصولا سیستم حمل و نقل در داخل مکزیکو سیتی خیلی خوب کار میکنه، زیاد شلوغ نمیشه. از قضا اون روز مترو خراب شده بود، نمیدونم چی شد که اون ایستگاهی که من خواستم سوار بشم خیلی شلوغ شد. یعنی واقعا دیگه همه اینجوری کیپ تو کیپ پشت سر هم وایساده بودن. بعد یه دونه قطار خالی اومد، یهو مردم همدیگه رو هول دادن رفتن تو اینا. بعد من گفتم الانه که دعوا بشه و اینا. آقا اینا که به محض اینکه تو مترو نشستن همه زدن زیر خنده، همی خندیدن که چقدر باحال بود همدیگه رو هول دادین. اون صحنه هایی که تو مترو و تو بی آر تی توی تهران میدیدیم، همه اکثرا هم خب دعوا میکردن، چه میدونم آره خانوما کافی بود، یعنی شونت به شونی آقا نکن من هم اینجا، همه زدن زیر خنده. خیلی برام عجیب بودین. یه چیز دیگه هم یادم اومد، چند روز پیش بود ما رفته بودیم پیتزا، بعد یه آقای بی خانمان بود، مثلا فقیر بود، اومده بود گدایی به ما که رسید من گفتم ببخشید من اسپانیایی صحبت نمی کنم. رفت سر میز بعدی، سر میز بعدی هم یه خانواده نشسته بودن. بعد به اینا گفت لطفا از این آدمسا بخرید، من خیلی پول نیاز دارم، نمیدونم فلان فلان. اونا هم گفتن نه مرسی ما نمیخوام اینا. موقعی که داشت میرفت بیرون، برگشت به سمت میز اون خانواده، کلی فوش بهشون داد، فوشای کدار و میندار و همه. و ما هم همینجوری چشامون چهار تا شده بود، الان این میگیرن اینو میزنن چیکارش میکنن. اون خانواده یه خورده به این بند خدا نگاه کردن، اونم یه خورده نگاه کردن، یهو اون خانواده همه با هم زدن زیر خنده، اه 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 این داره به ما فوش داد. خیلی جالب بود برای ما، خیلی جالب، خیلی طولانی. یعنی هنوز مثلا ما تو پیتزا رو آوردن، ما خوردیم داشتیم، یعنی هنوز میخندیدن. یعنی حتی آقایی که مثلا فیس تو فیس محمود باز منو نگاه میکرد، دوباره باز میخندید که مثلا اینو نگاه کن. کلا آدمایی نیستن که دنبال درد سر بگردن، آدمای خیلی خیلی ریلکسی هستن. و در مورد این داستان مهاجرت یا در واقع پناهنده شدن، واقعا برای هر کشوری داستان جداست. چیزی که ما ایرانی ها به خاطرش پناهنده میشیم یا مهاجرت میکنیم خیلی فرق داره با مکزیکی ها. مکزیکی ها تو کشورشون اون چیزی که میخوان برای زندگی کردن که بیسیک زندگی رو واقعا دارن، از شاد بودن، خوشحال بودن، رقصیدن، درینک خوردن، نمیدونم، واقعا خیلی چیزی که واقعا بیس زندگی و اکثر همه جای دنیا دارن و دارن. کشورشون خیلی دوست دارن. کشورشون یه جوریه که واقعا بعضی کشورها نو شده و مثلا فرهنگ عجیب غریبی نداره، کلی مهاجر اومده بر خوردن و یه داستان یه دستی داره، یه چیز عجیب غریبی، ولی اینا یه فرهنگ قدیمی دارن، یه فرهنگی که اون رو دوستش دارن و براش اون ارزش قائلن و باهاش خوشحالن، جشنشون رو جشن میگیرن. فکر کن هر مکزیکی تو خونش یک چمدون بزرگ داره از ماسک و لباس عجیب غریب که تا یه فستیوالی میشه اینا رو تنش میکنه و میره تو خیابون و تا شب کلی خوش میگذرن و میخندن و که اینا رو همدیگه هم مردم خیلی با همدیگه حس خوبی دارن، خیلی همدیگه رو دوست دارن. فضای داخل شهر احساس میکنی مثلا تو حیات داری قدم میزنی، هر کی از جلوت رد میشه که غریبه است
مثلا صبح خیر بهت میگه، عصر بخیر بهت میگه، شب بخیر میگه. علل خصوص توی محله ها، یعنی بار اولی که شما رو ببینه همیشه صبح خیر، نمیدونم عصر بخیر، شب بخیرشون هست. آره و این خیلی بهت حس خوبی میده. واسه ما تو همین محله که الان جدید اومدیم، هر شب که میریم بیرون مثلا که افرادی از کنار ما رد میشن، مثلا ما داریم ورزش میکنیم میدویم، به ما میگن شبتون بخیر، مثلا دوباره که رد میشه یه دستی تکون میده که من همونی بودم که مثلا بهت شب بخیر گفتم. و تو کم کم با محیط خیلی زود ارتباط برقرار میکنی. خب مطمئنا اینا از اون فشار اجتماعی که ما تو ایران رومونه، از محدودیت ها، مطمئنا اینا هیچ وقت به خاطر این مسائل کشورشون رو ترک نمیکنن. اما بحران مکزیک بحران اقتصادیه و آمار خیلی وحشتناکیه، اینکه 70% مردم واقعا فقیر زندگی میکنن. فقیر مطلقی که غذا نداشته باشن بخورن نیستن، چون که در حد $200 فکر میکنم دولت برای کسایی که واقعا فقیر هستن پول واریز میکنه. تو خیلی از این شهرهای کوچیک بله. تو فیلم‌ها هست که سر ماه میبینی عده زیادی جلوی بانک تو صف وایسادن که اون مثلا اون مبلغ پول رو بگیرن. منظورم $200 بود که به پزو تقریبا میشه 3000 پزو، همچین رقمی 2000 پزو، 2000 خورده پزو. و مسئله ای که میرن، حالا مخصوصا به آمریکا میرن چون دیگه خب واقعا نزدیک اون هم مرزن، اینه که میرن پول بسازن به قول خودشون. دقیقاً. و نکتهش اینه که میرن فصل کار، مثلا فصل تابستون فصل کاره، 6 ماه میرن کار میکنن و میان، اصلا نمیرن که بمونن. خیلی کم هستن اونایی که میرن که بمونن توی آمریکا. اکثر دوستایی هم که ما اینجا باهاشون آشنا شدیم همشون 1 سال 2 سال 3 سال رفتن و برگشتن، اونجوری نیست که برن اونجا بمونن. و وقتی هم ازشون میپرسی چرا نموندی، میگه اونجا مثلا تنها بودیم، چه میدونم دوست پیدا کردن خیلی سخت، زندگی خیلی زندگی اکتیو آره بود، روی دوره تند، اینجوری که زیاد دوست ندارن، میرن اونجا پول میسازن و میان. با مهاجرت ما ایرانی خیلی فرق داره که واقعا یه عده فرار میکنن از آره یه عده واقعا جونشون تو ایران در خطر، یه دقیقه دیگه تحمل اون حجم از بستگی فضا اجتماعی، اون که دولت ما به همه چیز ما کار داشت. و این داستان مهاجرت واقعا تفاوت داره، حتی کسایی هستن اینجا حالا شکل و این داستان مهاجرت میشه واقعا ما تفاوت داره. و خیلیشون هستن که مثلا عموی آشنایی دارم اونجا که یه بیزنس بزرگی داره، در مثلا سالی یه بار، حد 2-3 سالی یه بار میرن مثلا یه مدت اونجا میمونن تو اون بیزنس کار میکنن، برمیگردن. یه آدم که خب کارگر هستن میرن و مثلا اینجا با کارگری میخواد مثلا نهایت ماهی $500-600 بگیره، اونجا خب میره $3000 میگیره، یه تعداد پول، یه مقداری پول جمع میکنه یا میفرسته برای خانواده‌اش یا خودش میاد اینجا یه مدت زندگی میکنه دوباره برمیگرده. ولی از نظر روحی واقعا براشون سخته که بخوان اونجا رو تحمل کنن. یه سری تصویرها واقعا اون چیزی که مدیا برام ساخته این بودش که واقعا انتظار داشتین تو مکزیک، جایی که واقعا بزرگترین باندهای مواد مخدر یا اینجا هستن یا به هر حال کانالشون برای رفتن به کشورهای دیگه مکزیک هستش، خیلی معتاد ببینیم. یا حداقل این که مثلا گل و ماریجوانا اینا خیلی اینجا زیاد باشه. و اینجا اتفاقا ما الان توی محیط مثلا هستیم که اکثرا دانشجوان و نسل جوان هستن، چون نزدیک به دانشگاه‌های اینجاست. واقعا هیچ از هر جایی که رد میشی هیچ بوی مثلا گل و اینا حس نمی‌کنی که به مراتب تو ایران خیلی خیلی بیشتر بود. ما فکر میکردیم وقتی بیایم اینجا حداقل خرید و فروش کوک و مواد مخدر سنگین خیلی راحت باشه و خیلی هم ارزون باشه، ولی وقتی از دوستامون پرسیدیم دیدیم نه، اصلا هم خیلی گرونه، هم خرید و فروشش توی مکزیک اونقدر آسون نیست. و وقتی ازشون پرسیدیم مثلا شما مصرف کردی، گفتن نه اصلا خیلی ترسیدن. آره خیلی آره اینا برام خیلی جالب بود. ولی یه نکته خیلی جالب، اینا واقعا عاشق آبجوان، یعنی اینجا کمتر تو خیابون تو بی خانمان می‌بینی. مثلا من که خب نه اروپا رو رفتم نه کانادا رو رفتم نمیدونم، ولی مثلا دوستامون میگن که تو مرکز شهرهای جایی مثل ونکوور مثلا مرکزش خیلی زیاد بی خانمان می‌بینی. اینجا واقعا ما تو مرکز شهرم رفتیم، واقعا اینجوری نیستش که یه عده زیاد بی خانمان خوابیده باشن. شاید به خاطر اون فابلاهاست یا هر کسی حداقل یه جای کوچولو میتونه پیدا کنه که توی زندگی کنه که بی خانمان نباشه. و اما چیز اینا مصرف آبجوشون خیلی بالاست، خیلی مشروب خورن. و بله و دقیقا کسایی هم که میبینی تو خیابون هستن، هوملس هستن یا معتاد هستن، معتاد به مواد نیستن، معتاد به مشروبات الکلی هستن که 400 مستن دیگه. البته اینا همه نسبیه ها، یعنی خیلی نیستن، نه که نباشن درست. خیلی نیست که مثلا بری توی محله و ببینی او مثلا یه عالم، یا زیر یه پل بری بگی واو مثلا 20 نفر اینجا دراز کشن، شاید تک و تک خیابون ببینی. و بیشتر اونها همونطور که کوروش گفت معتاد به الکل هستن تا معتاد به
مواد مخدر سنگین. خیلی وقتا ما که جمع میشیم با دوستان مکزیک جدید، حالا تو شهرهای مختلف، تو خود مکزیکو سیتی، همین خونه که الان هستیم، خب دیگه صحبت میره به سمت اختلافات فرهنگی، شما کشورتون چجوریه، چه مشکلاتی دارید، موزیک برای هم میذاریم، از مسائلمون میگیم و مثلا از مسائل اخیر ایران جوون خبر داره، مثلا میگیم که خب اونجا باید دخترها حجاب داشته باشن، مثلا یه روسری سرشون کنن، آستین کوتاه نباید بپوشی، باید مانتو داشته باشی، خیلی تعجب میکنن وای فلان. بعد میگن تو خونه ها چی؟ میگیم که نه مثلا تو خونه ها نه دیگه، هر کی آزاد اگر دوست داره میتونه راحت باشه، مثلا پارتی ها مهمونه احتمال داره بریزن بیان بگیرن، اصلا باورشون نمیشه، اصلا واقعا ناراحت میشن. بعد میرسه صبح سر مشروبات الکلی، میگن که مثلا مشروب چی؟ میگیم نه اصلا تو فروشگاه هیچ جای نمیفروشن، نه کسی آشاقی بخره یا تو خونه درست کنه. بعد خودم از شراب قرمزمون، از شراب شیراز صحبت میکنه که ما اینا رو داریم، یه محصولات دستی داریم و فلان و اینا، و خیلی براشون جالبه. صحبت میرسه به چی؟ آبجو. یعنی وقتی که میپرسن آبجو چی، آبجو دارید؟ میگیم والا اینجوری که نه، ولی خب دستساز داریم. میگه یعنی نمیشه رفت تو مغازه آبجو خرید؟ میگیم نه. میگه من اصلا نمیتونم اونجا زندگی کنم، خط قرمزه. این خیلی تجربه جالب بود. با چند نفر اتفاق افتاد، یعنی وقتی صحبت از آبجو شد، یعنی مگه میشه بدون آبجو زندگی کن؟ نه من اصلا نمیتونم بدون آبجو. برای خیلی فان و بامزه است که واقعا این خیلی برای مردم مکزیک مثل این که خیلی جدی و خیلی دوستش دارن. خیلی هم مصرف آبجو و مشروبات الکلیشون زیاده و بریم سر اون قضیه مشروب. آره، متفاوته با تصویری که ما از مشروب خواهی داریم. البته که ما تو ایران هم دوستانی داشتیم که با یه 12 لیتری میرفتن شمال و برمیگشن مصرف میگردن. از اون قش حد اقلی در ایران بگذاریم، قش حد اکثری در مکزیک مصرف مشروبشون خیلی بالاست. منظورم در کل روزای هفته نیست ها، براتون مثال میزنم. توی خونه جدیدی که هستیم، هم خونه هایی داریم که هم جوانان یا از ما کوچیکترن یا همسن سال ما، اینا وقتی که جمع میشن یا با هم جمع میشیم مثلا یه شب رو خوش بگذاریم که اصولا شبای تعطیل هست، خب مثلا ما فکر میکردیم اوکی ما مثلا یه بطری مشروب میخریم، همه با هم دیگه میخوریم، مثلا امشب مهمون ما باشن، حالا مثلا هر کیم برای خودش دو تا مثلا آبجو آورده، ما مثلا 3 تا 4 تا آبجو آوردیم، شروع میکنیم به خوردن. اینم بگم که ندا جان استایل ایرانی رو وارد این سفره کرده، خیار ماست و چیپس میذاریم، اینا تعجب میکنن خیار کلا، اینا ماست رو به عنوان دسر میخورن و همه ماست اینجا شیرینه به جز یک برند که طعم ماست خودمون رو میده، ما اینو با خیار مثلا میدیم بهشون، انقدر تعجب میکنن وای چقدر خوشمزه، اصلا تا حالا هیچ تصوری نداشتن از اینکه ماستو جدا بخوری یا ماست حتی با غذا بخوری. مثلا یه باتل مثلا حالا ویسکی گذاشتیم وسط، اینو خوردیم و مثلا 5-6 نفری وسطش هم هر کی مثلا حالا یه دونه آبجو خورد، ما دیگه فینیشیت داد تمام. اینا تازه اول ماجرا بود، من گرم شده بودم، 12 شب دیگه گیج خواب بودم. ما ساعت 12 اینا رفتیم خوابیدیم، آقا اینا یه دونه تکیلا، یه دونه ودکا، یه دونه لیکور نمیدونم چی، رفتن دوباره از اکسو سر کوچه چون 24 ساعت از آبجو خریدن. حدس بزنین تا کی مشروب خوری کردن اینا؟ دیگه ماها تو ایران بیشتر آمارمون در اوج جوونی و نوجوانی، حالا نه در باب مشروب خوری ولی در بیدار موندن و خوشگذرونی، مثلا صبح دیگه طلوع صبح دیگه مثلا خورشید بزنه دیگه وای صبح شده پراکندش، 6 شد نخوابیدن، 7 شد نخوابیدن، 9 صبح شد آ دیگه وقت صبحانه خوردنه، 10 صبح شد و 11 صبح شد، تا 11 صبح اینا مشغول خندیدن و خوشگذرونی و خوردن بودن و میخوام بگم که دوز خوردنشون و تایم استقامتشون برای خوردن خیلی بالاست. خیلی بالاست. یه مورد دیگه که ما اومدیم مکزیک برامون خیلی جای تعجب داشت، فرهنگ رانندگی بود. ما سالها تو ایران با موتور 2 نفری سفر کرده بودیم، انتظار داشتیم اینجا هم یه چیزی در حد ایران باشه، ولی خیلی سورپرایز شدیم چون واقعا رانندگیشون از ایران خیلی خیلی بهتره. در حد دیگه توی آمار وقتی سرچ میکنید، مکزیک 160 میلیون نفر جمعیت داره، تعداد کشته هایی که در آمار تصادفات هست 12,000 نفره. ایران با 80 میلیون جمعیت سالانه نزدیک 20,000 نفر در جاده ها کشته میشن. بله واقعا مثلا ما که سالها توی جاده رانندگی کردیم خیلی چیزای عجیب غریبی میدیدیم.
از اینکه مردم یهو مثلا میان تو جاده، از اینکه چه میدونم میکشن رو هم دیگه با سرعت خیلی زیاد میرونن، و واقعا ما حداقل 3-4 ماه تو جاده اینجا روندیم مطلقا این چیزا رو ندیدیم یا خیلی کم دیدیم. اون ملو بودنش رو تو رانندگیشون هم دارن. تو مکزیکو سیتی هم حتی به ندرت صدای بوق زیاد میشنوی، خیلی کم ماماشونا بوق میزنن. در مورد فعالیت‌های اجتماعی مردم، اینکه چقدر مردم اجازه دارن یا به خودشون این اجازه رو می‌بینن که میتونن معترض بشن نسبت به مسائل اجتماعیشون. در مورد مسائل فمینیستی و حالا دامنه گسترترش مسائل اجتماعی، اینجا یه میدون هست به اسم میدون رفورما که اونجا در واقع روزهای آخر هفته، شنبه یک شنبه، پاتوق کسایی هست که حالا یه اکیپی شدن، جمعی شدن نسبت به مسائل معترضن، و بخش عمدهشون هم عده زیادی هستن که فمینیست هستن، عده زیادی که خانواده هاشون هم مثلا تو این داستان گنگستر اینا کشته شدن یا ناپدید شدن. اینا هر هفته میان اونجا وای میستن وسط صحبتاشون داغ میکنن، فوش میدن فلان، پلیس هم گوشه وایساده و مردم اعتراض میکنن. حالا نمیگم اصلا چقدر به این اعتراض ها اهمیت میدن یا چقدر اینا تاثیر داره یا چقدر حل میشه، من واقعا نمیدونم، ولی حداقل این آزادی عمل رو دارن که وایسن به دولت فوش بدن، چه میدونم حرفشون رو بزنن. از شبکات خبری میان مثلا ضبط میکنن که اینا مثلا امروز چی گفتن، چی شد، چه خواسته ای داشتن. مطالبه گری خیلی تا نسبت به عنوان یک کشور جهان سوم، نسبت به کشوری که ما هستیم و جهان سوم هست، مطالبه گری خیلی بازتره. و فکر میکنم 10 سال پیش اینجا یه اتفاقی افتاده که دانشجو ریختن بیرون و نسبت به یه مسئله 15 یا 10 سال پیش یه اعتراض داشتن و اون موقع پلیس خیلی بد برخورد کرده، درو برده، تیراندازی کرده، هنوز مردم میرن تو خیابون بعد 15 سال و داد و فریاد میزنن که شما این اون سال این کارو کردی، سالگرد میگیرن، عکس جووناشون میان تو خیابون میچسبونن. و از اون سال فکر کنم تا حالا این اتفاق از طرف دولت نیفتاده. یه مورد دیگه که برای ما خیلی جالب بود، خدمات درمانی که توی مکزیک ارائه میشه. خدمات درمان اینجا کلن دولتیه و برای همه رایگانه، حتی برای توریستا، اما خیلی شلوغه. و حالا ترفند این که تو بخوای بری و کمی مریض باشی و زود بدرسی کنن، این که خودتو خیلی به مریضی بزنی و بگی فوی دیگه حالم قلبم داره وای میسته فلان اینا، دیگه سری ردت کنن ببرنت و کلی چکاپ کامل میگیرن و کلی معاینه میشی و حالا اگه مشکلی داشته باشی دارو اینا میگیری. ولی در حالت عادی خورده طول میکشه و زمان بره. اگه کسی از نظر اقتصادی اوضاعش خوب باشه مطمئنا از این خدمات اجتماعی عمومی استفاده نمیکنه و در بیمارستان های خصوصی تر که اصولا مبلغش هم بالاتر میره از اونجا استفاده میکنه. خب یه موضوع خیلی 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 جالب که من و کوروش واقعا همچنانم هم شوکه‌ایم ازش، شوکه فرهنگی بود، واقعا شوکه فرهنگی. اختلاف فرهنگیش با ما خیلی زیاده. ما تو ایران همیشه، حالا نسل قدیمیمون که پدر مادر باشن خیلی بدتر، ماها یکم هم تقریبا بهتر شدیم، ولی واقعا این پسندینه فکریمونه که همیشه باید یه پولی پسنداز داشته باشیم. یعنی حالا بماند که تو حسابمون باید یه مبلغی پول باشه، گیر نکنیم، مثلا همیشه نگه نکنه تصادفی بکنیم نکنه نمیدونم پولمون تموم شه. حالا بماند که ادهی از همون جوونی کار میکنیم که خونه بخریم، نمیدونم ماشین بخریم، پولدار بشیم، فلان بشیم، و این برای مکزیکیا کلا تعطیله. در حدی که اینجا خیلی خیلی از مکزیکیا فقط برای همون روز زندگی میکنن. صابخونه اولمون وقتی ما خونه گرفته بودیم اونجا، اصلا خیلی برای ما جالب بود این اگه روزی 1000 پزو در می آورد، همون روز 1000 پزو رو صاف میکرد. روزی هم که نداشت، مثلا میرفت سر کوچه یه دونه تاکو میگرفت میومد. بعضی موقعا شاید باورت نشه، میگفت من از دیروز صبح هیچی نخوردم. خیلی این میشه از اول ما تا آخر ما این خط سر رو در مکزیکیا دید. اول ما رستورانای مثلا که خب فنسی پر شلوغه، خیلی شلوغه. همین صاحب خونه ما مثلا صبحونه‌اشو میرفت تو کافه های گرون میخورد یا حداقل تو کافه میخورد. 50 پزو انعام میداد. دقیقاً 50 پزو انعام میذاشت برای مثلا دو تا قهوه که مثلا شده بود 300 400 پزو به راحتی. یه صبحانه 500 600 پزو دو نفر پول میدادن. ما همطوری میموندیم که خب این اگه ما قرار باشه ما دو تا حالا مثلا یه روز رفتیم هر روز بریم که خیلی گرونه، و دوباره ناهار باز بیرون میخوردن و اوزا شام هم نمیخوردن. بعد این میرسید وسط های ما، فقط میشد صبحانه دیگه، ناهار هضم میشد. آخر ما به مثلا به قهوه دویا که مثلا به کافه دویا که مثلا سر کوچه میخریدن قناعت میکردن. آخرای ماه که دیگه واقعا میگه خیلی به پیسی میخوردن. گاهی وقتا میگفت من از مثلا دیروز فقط یه نودل خوردم و مثلا هیچی نخوردم. یا پیام میده میگه میشه مثلا اجاره منو چند روز زودتر بدید؟
آره. اصلا هیچ برنامه ریزی ندارم برای این قضیه. یعنی کلن از نظر هوش اقتصادی به نظر واقعا ضعیف هستن و اصلا این تو ذهنشون نیست که خب اوکی مثلا یه جوری باید برآورد کنی تا آخر ماه مثلا این بکشه دیگه و این اصلا کاملا اینجا تعطیله. حتی مثلا اگر یه دوستشون هم پول نداشته باشه مثلا باشون بیرون بیاد یا مثلا با هم برن دیرینگ بخورن، این اصلا چیز مهمی نیست. یکی دیگه پولش حساب میکنه، باز این پولش پول اونه. پول باید خرج، پول باید سوزونده بشه، باید خرج بشه، اصلا نمیذارم تو دستشون بمونه. آره این خیلی برام عجیبه. ما همیشه توی نگرانی هستیم، شاید به خاطر اینکه همیشه تو ایران تورم بوده، مثلا امسال پول اجارت یا رهن قرار سال دیگه زیاد بشه، این مواد غذایی رو با زیاد بخری انبار کنی، اینجا اصلا تعطیل اصلا آشپزخونه یه چیز کنسلیه تو خونه. مسئله بعدی که برای ما خیلی جالبه مسئله امنیته. یه چیزی بهتون بگم خیلی خنده‌دار بود، ما روز اولی که می‌خواستیم بیایم مکزیکو سیتی بخصوص با خودمون میگفتیم لباسای کهنه بپوشیم که مثلا خفتمون نکنن. ساعت 8 شب دیگه میرفتیم خونه، وای خطرناکه، درها رو میبستیم. آره. اصلا هم بیرون نمیرفتیم تا شاید بگم ماهای اول. و یه شب که دقیقا یادمه جشن استقلال مکزیک بود، ما خوردیم به شلوغی و نمیدونم ترافیک و اینا، ساعت 2:30 ما برگشتیم خونه. دو که وارد محله شدیم دیدیم یه خانومی، یه دختر جوانی بود، ساعت 2 درو باز کرد از خونه اومد بیرون، سگشم همراهش تازه داشت میرفت قدم بزنه و ما اونجا خیلی شوک شدیم که چقدر اینجا مثلا امنیت هست که ساعت 2 شب یه نفر با سگش داره میاد میره قدم بزنه. و این شد که فهمیدیم داستان امنیت بعد 6 ماه از چه قراره. بله، اگه بخوایم در مورد خود مکزیکو سیتی صحبت کنیم باید بگم محله به محله خیلی فرق داره و اینطوری هم نیستش که مثلا الان بیفتی کوچه بغل اینا هم باشه. نه، تقریبا یه محدوده شهر که همین راسته این سورخنتس هستش که میرسه به یه حالا یه سری محله هایی که مشرف به این خیابونه، اصولا محله های امنی هست. مردم تا نیمه های شب تو خیابونن. چند وقت پیش ما مثلا توی محله به نام روما که جز محله های خوبه مکزیکو سیتی، ساعت 12 که شب برای پیاده روی بیرون بودیم، تازه یه گروه رقص باند آوردن که مثلا یه معلمی اومد توی جای خلوتی به اینا رقص آموزش بده و خیلی خیلی محیط متفاوت هست با محیط های پایین شهر. که البته باز هم تو خود مکزیکو سیتی منطقه های مرکز شهر که ما دیدیم باز هم اینقدر هم مثلا ساعت 12 که شب ناامن نیست و فکر می‌کنم سالهای اخیر اینقدر روش کار شده. اما محله هایی هست که بهش میگن فابلا که بیرون از شهر حالت تپه مانند داره که خودشون بیشتر اونجا هستن و برای خودشون منطقه های ناامنی نیست. یعنی کسی که اونجا به دنیا اومده اونجا زندگی میکنه محله ناامنی نیستش، ولی برای توریست، برای کسی که توی این قسمت شهر زندگی میکنه اصلا هیچ وقت نمیره اون طرف، اصلا نمیره. و یه سری محله های هم هستن که اصلا پلیس نمیره، یعنی عملا توافق کردن با این باندای خلافکار که آقا این محله دست شما، مسئولیتش هم با شماست، ما اصلا دخالت نمیکنیم. اونجا نیست که اونجا مثلا امنیت نداشته باشه، امنیت نسبی داره برای خودشون، ولی اگه اتفاقی افتاد و یک کسی کشته بشه اصلا از لحاظ قانونی هیچ کسی پیگیری نمی‌کنه. بله بله، واقعا اینه. واقعا یعنی توی خود حتی کشور مکزیک هم اینطوری هست که بعضی از شهرها هم این وضعیتو داره. یعنی بعضی شهرها هست که کلا در اختیار اون کارتل‌ها یا همون من بلند نمیگم اون باندهای مواد مخدر هست. اونجا اصولا هم شهر آبادیه چون به هر حال پول زیاد توش میاد. دقیقاً. و اونا میچرخونن حتی امن. بله بله، حتی امن هم هست. یعنی اصلا این به معنی نیستش که حالا که پلیس نیست هر کی برد خونه هر کسی دزدی کنه. اتفاقا خود همون گنده های اون داستان مامور هایی گذاشتن که اونها مسئولن که مراقب باشن که مثلا اگه از خونه دزدی نشه. ما یه دوست ایرانی داشتیم از طریق همین یوتیوب که در تگزاس زندگی میکرد، دوست دخترش مکزیکی بود، اینجا اومد گفت اتفاقا خانواده، یعنی اون برام تعریف کرد که خانواده من تو همون ایالت زندگی میکنن که پلیس نیست و در اختیار در واقع این باند هست و اونا میچرخونن. از خونه دوست صمیم دزدی شده، اینا رفتن به اون در واقع گنده های اون شهر گفتن که آره مثلا خونه ما رو دزدن، هفت سال ما رو برده، در عرض 24 ساعت دزد رو پیدا کردن، اومده وسایل رو چیده، آخرش گفتن باش چیکار کنین، گفتن اولش کنی اصلا کاریش نداشته باش. و این به این صورت هست. در واقع این هم لازمه بهتون بگم که واقعا کارتل ها در مکزیکو سیتی واقعا قدرت دارن و واقعا قدرت پول دستشونه. ما در حالا اینقدر زیاد اینجا زندگی کردیم، دوستان زیادی پیدا کردیم، همسایه‌ای که از این خونه‌ای که بودیم
ایشون روزنامه نگار بود. ایشون در واقع یکی از شغلاش روزنامه نگاری بود و اون به ما میگفتش که ببین اینقدر قدرت دارن که میتونن رئیس جمهور رو هم عوض کنن. و خیلی وقتا حالا من به شوخی به کوروش میگم ببین مثلا چقدر تو خیابون مردم خوب رانندگی میکنن، چقدر مثلا شهر تر و تمیزه. جالب اینه در مورد تمیزی گفتم مکسوسیتی اصلا یه دونه سطح آشغال نیست، ولی یه دونه آشغال هم نمیبینی. حداقل توی مطاقی ما زندگی کردیم این مردم همیشه آشغالشون میذارن تو کیفشون، مردم نمیدونم همیشه هم در حال خوردنن، ولی تو خیابون آشغال نمیبینی. بیام ببین چقدر تمیزه، چقدر نظم داره، ببین مثلا چقدر مردم خوب پوششون قرمز وای میسن، رد نمیکنن فلان. و همش به کوروش میگم حتی کارتل ها میتونن بهتر کشور رو بچرخونن از این آخوندهایی که متاسفانه کشور ما رو این هرج و مرج رو به وجود آوردن. کم کم که توی این کشور زیاد زندگی کنی متوجه میشی که پلیس ها خیلی هم کاره ای نیستن. من دقیقا میخواستم اینو بگم که در واقع بعد از سالها درگیری بین باندهای مواد مخدر و پلیس، بین خودشون اینا یه صلحی کردن، به یه توافق رسیدن که آقا شما میتونید در فلان قسمت از مکزیک فعالیت انجام بدی، بیزنس رو انجام بدی، ما کاری نداریم، شما سمت ما نمیای، ما هم سمت شما نمیایم. یه آتش بسی انجام دادن. دقیقا. شاید برای ما که تو ایران باشیم یا برای کسی که تو کشور اروپایی باشن این براشون عجیبه، چرا اینا مثلا به خلافکارا باج دادن. و قدرتی که این باندهای مواد مخدر دارن، نمیدونم شاید هم چون پشتوانه مردمی دارن و بیزنسی دارن و پول دارن، اینا انقدر قدرت دارن که دولت و پلیس حریف اینا نمیشه. بعد از اینکه اینا انقدر از پلیسا کشتن، پلیسا انقدر از اون کشتن، مردم بیگناه واسه آره خیلی هم مردم تو این بین درگیری ها کشته میشدن، دیگه اینا صلح کردن. همون ویدیویی که ما گذاشتیم که توی اتوبانو بستن و دارن مواد جابجا میکنن، به قول دوستمون که تو آمریکاست گفت ببین الان این مواد جابجا شد، خون از دماغ کسی هم نیومد. دوستان اون تیکه که ترافیک خیلی سنگینی دیدی در واقع ترافیک نیست و حالا خیلی خب ما خیلی ترسیدیم، یعنی به چند کیلومتری الان پمپ بنزین میشه اونجا؟ یک کیلومتری پمپ بنزین. یه ده زیادی آدم وایستاده بودن، یه ده زیادی مرد ایستاده بودن با این پرچم و اینا تکون میدادن که متوقف شید و نگه دارید. بعد ما هم نگه داشتیم و گفتش که یه ساعت باید منتظر شید و گفت بعد دیگه ما پیاده شدیم و گفتیم که چرا باید منتظر شیم، اتفاق افتاده، تصادف شده؟ گفت نه. گفتیم که پلیس رو بسته؟ گفت نه. و متوجه شدیم که اینجا یه داستان خیلی عجیبی داره که کوروش براتون تعریف میکنه و خیلی هم عادیه بین مردم. هر وقت که قاچاقچی مواد مخدر که من نمیتونم اینجا اسمشون رو بگم به مکزیکی، خودتون میدونید، اینا بخوان مواد جابجا کنن از قبل جاده رو میبندن. الان هم جاده رو بستن من مردم و این یه چیز عادیه اینجا، یه ساعت باید وایستن تا جاده باز بشه. بله من اینو توی ویدیو ایچی بود دیده بودم که همین مکسیم سفرنگر که همجور جاده رو بسته بودن، الان کسی اگه بره به راحتی با گلوله میزنن، چون خیلی عادیه اینجا. من ویدیو رو شما خواهید دید، اینجا یه دونه عوارضیه که باید برای اتوبان شما یه پولی پرداخت کنید و دقیقاً استیشن پلیس هم بغلشه، دقیقاً جلوی پلیس بستن. و اون در واقع رد و بدل مواد مخدر اینجا نیست، چند کیلومتر جلوتر از اینجا دیگه بستن که مردم نزدیک نشن. اگه قرارداد پلیس درگیر بشه چه هم آدم کشته میشدن. خب دیگه این یه توافقی کردن، مطمئنا دولت هم از این بیزینس های کلانی که این انجام میدن درصدی رو میگیره. خب و خیلی عجیبه برای من، میگن که مثلا اقتصادمون ضعیفه، میگن از کشورشون خیلی نارضایتی های من باب مسائل اقتصادی دارن، ولی وقتی میگیم که مثلا این بحث مواد مخدر چطوریه، مثلا جاده رو بسته بودن، وقتی جاده رو بستن اینقدر مواد که جابجا نکردن، مطمئنا چندین تا ماشین سنگین مثلا مواد رو جابجا کرده و باهاشون صحبت میکنیم، میگن که خب اونا بیزنس خودشونو دارن. ببین مردم هم دیگه کوتاه اومدن چون واقعا خیلی هزینه پرداخت کردن بابت این قضیه. دقیقا. و مسئله خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است و مثلا ما خیلی تو خود دو تا به این قضیه فکر میکنیم ولی اطلاعاتمون در اون حدی نیستش که بخوایم اون شیر کنیم. ولی میدونم که توی کشورهای جهان سوم همیشه مسائلی هستش که کهنه شده و دیگه جدا کردن اون از اون کشور خیلی هزینه زیادی داره. حتی تو فیلم ها و سریال ها دیدید، مثلا تو همین سریال معروف پابلو اسکوبار، اون زمان آمریکا چقدر درگیر شد با مکزیک برای اینکه بتونه این باندها رو کنترل کنه، برای اینکه مواد وارد کشورش نشه. ولی واقعا دیگه اونا هم تا یه حدی بریدن، یعنی کشور خودشونو بستن که کمتر این اتفاق بیفته، دیگه کاری به کار اینا ندارن. من در ادامه صحبت های ندا که بخوام بحث امنیت رو ببندم،
وقتی یه دوستی از ایران به من زنگ میزنه میگه اونجا چطوره، امنیت خوبه، مثلا خطرناکه، من همیشه در جواب میگم ببین جنس خطری که اینجا هست با ایران کاملا متفاوته و حتی میتونم به جرات بگم ایران برای کسی که بخواد زندگی کنه و تفکرات غیر از تفکرات رژیم جمهوری اسلامی داشته باشه بسیار خطرناک‌تر از اینجا. بله بله. حداقل از اینجا از لحاظ آزادی‌های فردی خیلی جلوتره، در حدی که اینجا سال 2008 فکر کنم ازدواج همجنسگرایان آزاد شده. شما فکر کن، من مطمئنم اینو که خونده بودم که هلند سال 2002 آزاد کرده، یعنی از لحاظ آزادی اجتماعی اینجا همچین دست کمی هم نداره. حتی ایتالیا که خبرش تازگی پخش شده، بله. به تازگی آزاد شده. بله. و مسئله اینه که اون بانتای مواد مخدر کاری به زندگی عادی مردم نداره، یعنی نمیان سرشون تو زندگی مردم کنن، مثلا لباس چرا اینجوریه، چرا این چی دستت داره میخوری، نمیدونم چرا مردم شادن، چرا مردم موسیقی دارن، اصلا این اصلا تعطیله. و به قول خودشون وقتی حرفای ما رو میشنون میگن که خب اوکی ما مشکلمون این بانده مواد مخدر هست، ولی ندارن بیزنس خودشون رو میکنن، به ما کاری ندارن. و به هر حال دولت هم یک آزادی یک امنیت نسبی برقرار کرده و همونطور که گفتم واقعا حریف اون بانتا برای اینکه اونا رو ببنده و این مؤثره رو جمع کنه از کشور واقعا نمیشه. و موضوع ما و ناامنی کشور ما یه جنس دیگه است. بله اینجا احتمال داره توی یه دونه از اون درگیری‌ها تو جاده یادی زیاد کشته بشن، یا چه میدونم یهو الان یک نفر اینجا دنبال یکی که مثلا چه میدونم مواد فروشه، مثلا مواد فروشه، حالا سر یه پول بال گنده رو بالا کشیده از یک باندی وارد بشه و چهار نفر هم اینجا بکشه. واقعا احتمال داره. تو مکزیکو سیتی خیلی احتمال کمتر، ولی تو شهرهای دیگه خیلی زیاده، یا حتی تو پایین شهر شاید خیلی هم این اتفاق بیفته. ولی در امور ریز مردم واقعا زندگی عادی مردم هیچ دخالتی نداره. راستش که ما تو کشورمون میبینیم احتمال داره مثلا با این لباس که چرز کنم مهسا امینی با مانتو و روسری جوان مردم رو کشتن، بعد از اون در حق خواهی و حق طلبی اون هزاران هزار جوان دیگر رو کشتن. و اصلا واقعا جنسش با هم متفاوته و همچنین نه فقط جنسش که ابعادش هم متفاوته. یه تصور اشتباه خیلی از ماها قبل اینکه بیایم مکزیک در مورد قدرت پاسپورت مکزیک، ندا جان اینم بله اینم خیلی مهمه. بله در مورد پاسپورت مکزیک اینجوری براتون مثال بزنم که ما توی اصلا دوستامون حرف میزنیم که ما عاشق سفر هستیم، خیلی دوست داریم سفر بریم، بعد میگن که چند ساله ما موتور سفر میکنیم، میگیم مثلا ما 6 ساله که داریم موتور سفر میکنیم، ای کجاها رفتین؟ خیلی تو ایران رفتیم. بعد میگن که یعنی چی؟ یعنی هی ما رفتیم شمال و هی ما اومدیم جنوب، ما کشور دور و بر، نه کشور دور و بر. واقعا ما ایرانو اگر یه پاس معتبر داشتیم و اون اقتصادمون هر روز در فروپاشی نبود، ما واقعا میتونستیم دور کره زمین رو بچرخیم اون مسافتی که ما تو ایران سفر کرده. ولی مجبوریم بگیم که آره مثلا هم کشور اطراف و بیشتر تو ایران. خب چرا کشور دیگه نرفتین؟ مثلا اروپا چی فلان، این ور چی، مثلا اون ور آمریکا، کانادا فلان، میگیم که نه نرفتیم. چرا؟ این که ما پاسپورتمون مثلا خیلی ضعیفه. خب یعنی از مکزیک ضعیف‌تره؟ یعنی بعد میگه خب اروپا رو که میتونیم بریم، بعد میگیم که نه ما اروپا رو نمیتونیم بریم. پس چیزی که میتونیم برید مثلا ژاپن و کره و تایلند و هند و اینا رو که میتونیم بریم، میگیم نه مثلا اونجا هم ویزا از ما میخواد. یعنی همه اینا میشه ولی با سختی ویزا گرفتن، صحبت هم بدون ویزا سا. بعد اینا میگن که پس آمریکا چی؟ میگیم که آمریکا ما نمیتونیم، که خب ما نمیتونیم، مثلا یه همدردی ریزی هم ما میکنه. کانادا اینا تو همین امسال که البته کانادا برای مکزیکیا ویزا خواسته اما خیلی آسون، بیشتر کشورها 125 بله، کشور بدون ویزا میرن، با پاس مکزیکی بدون ویزا هست، از جمله اروپا، انگلیس فکر کنم بله انگلیس 120 روز بدون ویزا هستش، هند و تایلند و چین و ژاپن و اینا که کل آمریکای جنوبی اکثر کشور آفریقایی بله، فقط یه جایی که ویزا میخواد مثل ایران، آره ایران و این کشورهای مثلا خیلی دیکتاتوری هستن که ترکمنستان و چی میدونم بعضی کشور آفریقایی دوباره دقیقاً که خیلی تیم آمریکا براشون ویزا میخواد، ولی اگر ویزا بگیرن 11 سال یا 10 سال بدون دیگه نیاز به گرفتن ویزا مجدد ندارن. حالا اینو قدرت پاس اینجا رو بذارید کنار ایران، که ما اگه مثلا برای ایرانی ها اروپا آزاد بود چقدر مهاجرت میکردن به اروپا، اینا اصلا نمیرن.
نه فقط مهاجرت، که اگر واقعا اینقدر شرایطشون تو کشورشون خیلی بد بود میرفتن مثلا راحت یه بلیط پرواز میرفتن مثلا انگلیس پناهنده میشد. حالا نه که نرن ها و این مسئله کلا بسته باشه، خیلی کمه، ولی فرض کنید اگر 1% برای ما ایرانی ها باز بود و میتونستیم الان بلیط پرواز بگیریم بریم فرانسه، چقدر میرفتیم پناهنده میشدیم و دیگه برنمیگشتیم. پس اینکه باز هست به معنی اینه که اینجا شرایط مردم به اون وضع اسفناک نیستش که حاضر باشن کشورشون رو به راحتی ول کنن. و بحث ول کردن کشورت و بری یه جای دیگه، حالا حتی مهاجرت یا پناهندگی، واقعا به نظرم یه بحث خیلی سنگینیه، خیلی سنگینه و هر کسی حاضر نیست به راحتی کشورش رو رها کنه و بره یه جایی که حداقل 7-8 سال نتونه به کشورش و خانواده‌اش، دوستاش، باید که تو زندگی کرده برگرده. یه چیز دیگه هم که خیلی وقتی که وارد مکزیک میشی به چشت میاد، مشارکت خانم‌ها در کارها هست و در همه جور مشاغل. حالا بماند که بیشتر دکه ها و غذا فروشی توی شهر اینا همه خانم هستن، ولی تو می‌بینی که مثلا کار ساختمونیه یه عالمه خانم وایسادن، شهر اومدن مثلا یه قسمت رو جارو بزنن همه خانم وایسادن، راننده های مترو خانم وایسادن، توی اتوبان ها داری رد میشی تمام گیت ها خانم هستن، نمیدونم از جلو آتش نشانی رد میشی مثلا 4-5 نفر وایسادن، حالا مثلا فلان خانم وایسادن، راننده خانوم. آمبولانس پلیس خانم که خیلی زیاد، پلیس خانم، نگهبان جلو در هتل ها، نمیدونم نگهبان جلو در بار و رستوران و فلان و اینا میبینی، راننده تاکسی میبینی، اوبر میبینی، نمیدونم اینا که دیگه خیلی عادیه، راننده مثلا اسنپ به قول خودمون همین موتور و اینا برای حمل و نقل مواد غذایی که مردم سفارش میدن، فروشگاه مواد غذایی اکثرا تو این والمارت و اینا کسایی که پول حساب میکنن خانوم هستن. و جالب اینه که اینقدر این ما رو کنجکاو کرد که کوروش هم آمار این درصد مشارکت خانوم ها در جامعه رو در آورد. درصد مشارکت خانوم ها در کشور مکزیک 60%، ولی متاسفانه مشارکت خانوم ها در ایران چیزی حدود 16-17%. بله. خیلی خیلی تفاوت فاحشی داره. در مورد همین گواهینامه که مثلا به خانوما نمیدن، همه که قرار نیست مثلا به مثلا من برم با موتور سفر کنم، اصلا همه این خواستشون نیستش. بعضی عده زیادی اصلا صحبتشون اینه که آقا ما اصلا میخوایم کار کنیم با موتور. طبعا. مثلا ما داریم تو تهران زندگی میکنیم، میخوایم کار کنیم، میخوایم راننده چه میدونم اسنپ بشیم، میخوایم نمیدونم مسافر اصلا جابجا کنیم تو شهر مثل خیلی از آقایون، و این همه اینا باعث میشه که مشکل خانوما کم بشه. یا مثلا چه میدونم برای خانوما خیلی سخت راننده ماشین سنگین شدن هستن، ولی خیلی کم. من یه دوست عزیزم که اتفاقا اسمم ندا هستش، این چند سالی راننده ماشین سنگین بود، همسن خودم هم هست، و اینقدر این اذیت شد، اینقدر به این بار نمیدادن، نمیدونم تو خانومی، نمیدونم فلانی، بارو میدادن به آقایون، چه میدونم تو جا تو محیط اذیتش میکردن، که بعد از چند سال دیگه این بچه اصلا از اون کار اومد بیرون. و محیط هم باید پذیرا باشه. یا وقتی که تو میری یه کارگر مثلا اصلا ساختمون بشه، اصلا خانومی میریم میگه آقا من آجرا رو جابجا کنم، وقتی میگه حقوق تو مثلا که به آقا داره تو ایران 5 میلیون میده، میگه به تو 2 تومن میدم، خب دیگه اون نمیره. اگه اجازه بدن تو اون کار باشی، حالا اگه اجازه بدن. همین ندا دوست ما همیشه با شوهرش بوده، یعنی میگفت من تنهایی نمیرفتم توی جاده. یه خاطره برای ما تعریف کرد واقعا تاسف برانگیز بود، این که میگفت من برای سرویس رفتم نمایندگی اون شرکت ماشینه و میخواستم ماشینو ببرم تو، جلومو گرفتن گفتن خانوما حق ورود ندارن، شوهرت بشینه پشت فرمون. بعد شوهرش هم گفت آقا من اصلا من گواهینامه پای یک ندارم که پشت ماشین بشینم، خانم من باید بیاد. در این حد این مشارکت کردن متاسفانه. همون فضای حاکم جامعه است که نمیذاره که این مشارکت اتفاق بیفته. وگرنه ما در فرهنگ قدیمی ایرانی، در چیزی که تو روستاها میبینیم، که هم بیشتر بار زندگی و مسئولیت با خانوم هاست، و این هم یه چیزیه که خیلی اینجا میبینی و راستش رو بخوای خیلی حس خوبی به آدم میده. اینکه تو میبینی همه جا خانوم ها هستن. و همیشه توی سفرهام به کوروش میگفتم، گفتم تو در شهر و فضایی که خانوم ها هستن خیلی احساس امنیت میکنی. مثلا یه وقتایی توی شهرهای جنوب ایران به سمت بلوچستان تو شهر قدم میزدی که اصلا خانوم نمیبینی و توی شهر اصلا خانوم نیستش و همه آقا هم، واقعا یه حس نگرانی و ترسی به تو دست میداد که چه اتفاقی میخواد بیفته. همین که یه خانومی با یه بچه‌ای با یه حالت حسی همشه، یه خانواده هست، پس حس امنیت به تو دست میده. این هم توی این فضا به ما خیلی حس خوبی میده. خب دوستان عزیز، این مواردی بود که واقعا برای ما خیلی جالب بود، از اختلافات فرهنگی، از چیزی که اصلا به خاطرش سفر میری که بدونی آیا در یک کشور، در یه جای دیگه، در یه قاره دیگه زندگی به چه صورت هست.
واقعا این چیزهایی بود که تفاوت داشت و واقعیت بیس زندگی هم در همه جاده دنیا یکیه. همه خانوادهشون رو دوست دارن، همه بچه‌هاشون عشق میدن، همه دنبال این هستن که زندگی شادی داشته باشن، خوشحال باشن، مراقب سلامتشون باشن و این هم که بیس زندگی هست که امیدوارم که حداقل شادی و رفاه نسبی رو بتونن همه آدما در همه جای دنیا داشته باشن. مرسی که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. مثل همیشه اگه سوالی داشتید برای ما کامنت کنید، حتما بهش جواب میدیم. و اگر دوست داشتید میتونید با لایک و کامنتاتون از ما حمایت کنید. مرسی دوستان عزیز، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.